سخنگوی بعدی ما آقای سعید قاسمی نژاد سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه ایران هستند که ازشون خواهشون تشریف بیارن. آقای قاسمی نژاد سال گذشته از ایران خارج شدند و دارای مقالات متعددی در رابطه با جنبش دانشجویی و وضعیت سیاسی ایران هستند. Yesterday, Friday, 4th of December, 13th of Azar, for some of us, could have been our birthday. For me, my birthday is not among information that I will provide for readers of my blog as the first line of about me. Not because I'm a woman and women do not like to talk about their age, but for other reasons. However, there is someone among us, and I would kindly ask him, who is already on the stage, whose birthday was yesterday, and he introduces himself on his blog titled Radical Liberalism as the following. I was born on the 4th of December 1982. I'm a master's student in civil engineering at Tehran University. He is the spokesperson of Iranian liberal students and graduates who was sentenced to 2 years of suspended imprisonment. He wrote articles, Why Islamic Republic is Not Our Slogan, Not East, Not West, The Green National Government, and many more. Happy birthday and best wishes, ladies and gentlemen, Saeed Ghasseminejad. من سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان و غیر هموطنان برای حضورشون در این روز. خیلی خوشحالم که شما فرصت این رو داشتین که صحبت‌های بهاره رو بشنوین. بهاره به عنوان نماینده دفتر تحکیم وحدت هر صحبتی راجع به جنبش دانشجویی در ایران بتونه سخن از دفتر تحکیم وحدت ناقص خواهد بود. I'm going to translate it to English. Monsieur, Madame, bonjour. As the spokesman of liberal and graduate students of Iran and the member of Advar Tahkim Vahdat, I'm so happy that you had the chance to listen to Bahar Hedayat because she mentioned most of the things I wanted to tell you about the student movement in Iran. Right now I can speak about the student movement in Iran as a part of a bigger and greater movement. I speak in Persian, you can follow it in English, I think. در بیش از 150 سال کشاکش با تجدد ایران از 6 گذرگاه مهم عبور کرده است. گذرگاه اول انقلاب مشروطه بود. انقلاب مشروطه اگرچه نقطه آغاز کشاکش ایرانیان با تجدد بود و از هر خواستی اندکی را با خود داشت، اما 3 خواست در میان آن خواسته ها برجسته تر بودند. خواست پیدایش دولت مدرن ملی، حاکمیت قانون و تمنای توسعه اقتصادی کشور. گذرگاه دوم برآمدن رضاخان در سپهر سیاست ایران و بنیانگذاری سلسله پهلوی بود. سه ویژگی بنیادین این عصر اول تشکیل دولت مدرن ملی به عنوان خواستی دیرینه، دوم توسعه اقتصادی کشور در هیئتی آمرانه و ویژگی سوم سفارایی تمام عیار تجدد در برابر سنت بوده است. عصر رضاخان عصر یک کتازی بی‌رقیب تجدد در ایران بود که ایران جدید و نهادهای مهمی همچون دادگستری نوین، ارتش مدرن، کارخانه ها و دانشگاه ها در آن بنیان نهاده شدند. گذرگاه سوم از سقوط رضاخان تا سقوط مصدق است. گام های شتابان ایران در عرصه توسعه اقتصادی در عصر رضاخان ایران را آماده گام نهادن در مسیر توسعه سیاسی کرده بود که با سقوط رضاخان به عنوان دیکتاتوری تمام عیار و ضعف محمد رضا شاه فرصت آن فراهم شده بود. ویژگی های مهم این عصر خواست استقلال، خواست حکومت قانون و خواست دموکراسی بودند. سقوط مصدق که ماحصل اتحاد ارتجاع داخلی و قدرت‌های خارجی بود و تلاش ناکام امینی برای اصلاح راه را بر انقلاب 57 باز کرد. ویژگی اصلی انقلاب 57 چیرگی مفاهیم سوسیالیستی بر عمده گروه‌های انقلابی بود. انقلاب 57 هرچه بود انقلابی برای دموکراسی نبود. انقلاب 57 انقلابی برای استقلال،
انقلابی علیه ظلم و انقلابی علیه تجدد بود. اگر انقلاب ایران در مرحله اول انقلاب همه علیه یکی بود، در مرحله دوم انقلاب روستاها و حاشیه‌نشینان شهری علیه شهر بود. گذرگاه پنجم اما عصر اصلاحات در ایران بود. خواستهای بنیادین عصر اصلاحات دموکراسی، آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، حکومت قانون، پیوستن ایران به جامعه جهانی و خواست تجدد بودند. اینک ما در ششمین مرحله از کشاکش خود با تجدد و تلاش برای آزادی هستیم. خواستهای جنبش کنونی تقریبا همان خواستهای عصر اصلاحات هستند، اما مسیر روشن‌تر است و ابهام‌ها کمتر. در جامعه کنونی ایران میتوان 8 گسل اساسی را تشخیص داد. بعضی از این گسل‌ها با یکدیگر همپوشانی‌هایی دارند. گسل اول گسل دموکراسی آمریت است. گسل دوم گسل سنت مدرنیته، سوم گسل مذهبی غیر مذهبی، چهارم گسل قومی، پنجم گسل بین مذاهب مختلف در ایران، ششم گسل ثروتمندان فقرا، هفتم گسل جنسی و هشتم گسل نسلی. در کنار این 8 گسل میتوان از یک جنبش اجتماعی فراگیر و 6 جنبش اجتماعی خردتر فعال نیز نام برد. جنبش اجتماعی فراگیر موجود در ایران جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر است. جنبش های خردتر عبارتند از: اول جنبش دانشجویی به عنوان دیرپاترین و سامانیافته ترین جنبش اجتماعی در ایران که حول گسل دموکراسی آمریت، سنت تجدد با دفاع از دموکراسی و تجدد شکل گرفته است. دوم جنبش زنان و شناخته شده ترین نمود آن کمپین 1,000,000 امضا که حول شکاف جنسی و شکاف سنت تجدد سامان یافته است. سوم جنبش معلمان با حدود 1,000,000 معلم و 15,000,000 دانش آموز با خواستهای اصلی اقتصادی صنفی. چهارم جنبش کارگران با خواستهای اصلی اقتصادی صنفی. پنجم جنبش اقلیت‌های قومی مذهبی. ششم جنبش سبک‌های زندگی که شاید بتوان آن را فعال‌ترین جنبش اجتماعی در ایران نام برد. جنبش سبک‌های زندگی در تقابل با حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی توتالیتر که می‌کوشد تمامی عرصه‌های زندگی شهروندان را تحت اختیار خود بگیرد و سبک زندگی مذهبی سنتی مورد پسند خود را بر آنان تحمیل کند، پیگیر آزادی سبک‌های مختلف زندگی در جامعه است. جنبش سبک‌های مختلف زندگی حول 3 گسل سنت تجدد، مذهبی غیر مذهبی و گسل نسلی سامان یافته است. جنبش‌های قومی مذهبی، جنبش زنان و جنبش دانشجویی به خوبی با جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران هماهنگ هستند. جنبش معلمان به خاطر خصلت عمیقا صنفیش، اگرچه اعضایش به صفت فردی در این جنبش فعال هستند، اما به عنوان یک جنبش در جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران شرکت ندارد. پایگاه اصلی حکومت اسلامی در این 30 سال همواره روستاها و حاشیه‌نشینان شهری بودند. روستاهای ایران در طول تاریخ معاصر به دلایل متعدد فاقد اهمیت سیاسی هستند، اما حاشیه‌نشینان شهری حامی اصلی حکومت و ابزار سرکوب حکومت به عنوان مهمترین نهاد نگهدارنده آنند. جنبش کارگران نیز در همین بخش است که شکل می‌گیرد. حاشیه‌نشینان شهری عمدتاً به شدت مذهبی، محافظه‌کار، مخالف سبک‌های مختلف زندگی، مخالف حقوق زنان و بیگانه ستیزند. از این رو میتوان گفت که علارغم وجود تک ستاره هایی در آسمان جنبش کارگری همچون منصور حسانلو، جنبش کارگری دموکراسی خواه از سوی به دلیل ویژگی های فرهنگی اعضا و از سوی به دلیل سرکوب شدید حکومت هنوز در ایران قوام مناسبی نیافته است. عمده خطری که متوجه جنبش دموکراسی خواهی ایران هست نیز از همین پایگاه اجتماعی است که به این جنبش رو مورد تهدید قرار میده.